یا چطور این بچه ها، من تاپلیزم و خیلی خوش اومدید به شبیه سازی جدید داخل بازی هارتس آف آیرون. بچه ها، از اونجایی که من هر زمان وسط اون ویدیو های شبیه سازی میذارم حمایت میکنید، تصمیم گرفتم الان که یه حال هوای جنگ وجود داره یه ویدیو شبیه سازی دیگه وسط اون بگیرم، ولی این بار یه تفاوت داره با دفعات قبلی. اگه یادتون بیاد بچه ها، توی شبیه سازی های قبلی این ایران بود که به اسرائیل حمله میکرد و ما این رو شبیه سازی میکرد، ولی این بار اوضاع فرق میکنه و این اسرائیله که به ایران قراره حمله کنه. توی این شرایط بچه ما صرفا قراره که ببینیم اسرائیل چطور میتونه به ایران حمله کنه و آیا کاری رو میتونه جلو ببره یا نه. شرایط هر دو کشور بچه تا جایی ممکن شبیه سازی شده و این ویدیو هم بچه هیچ نوع جناح گیری نداره، صرفا قراره که توی این ویدیو یکی از هزاران احتمال ممکن رو شبیه سازی کنیم. ولی خب بچه، بدون معطلی بریم سراغ کشور. همونطور که میتونید ببینید اسرائیل به ایران اعلام جنگ کرده و حدوداً 150 روز دیگه میتونه که به ایران حمله کنه. همچنین باید این رو در نظر داشته باشیم که اسرائیل کشور هسته‌ای به حساب میاد. البته درسته که به صورت رسمی این موضوع رو تایید و اعلام نکرده، ولی خب از لحاظ هسته‌ای از ایران پیشرفته تره. البته این رو هم باید در نظر داشته باشیم که ممکنه آمار ایران دقیق و درست نباشه و جلوتر باشه و اعلام نکرده باشن. در هر صورت طبق اون اطلاعاتی که وجود داره، اسرائیل وضعیت هسته‌ای بهتری به نسبت ایران داره، ولی خب هر دو کشور به صورت رسمی اعلام نکردن که بمب اتم یا کلاهک هسته‌ای دارن. از این ورم که کره شمالی دنبال خرید ماشین از ایرانه که بهشون میفروشیم، ولی بچه کشور در این شرایط باید در حالت آماده باش قرار بگیره که اول از هر چیزی بچه باید تولیدات نظامیمون رو چک کنیم که همونطور که میبینید صرفاً تولیدات نظامی فعلی ما در حد نیازی هست که نیروهامون دارن. همونطور که از این بخش میتونید ببینید، نیروهای ما به این چیزها نیاز دارن برای جنگیدن و تولیدات نظامی ما هم در همین حده و تولیدات نظامی اضافه تری نداریم. این وسط هم که الجزیره میخواد ازمون فایتر بخره که اوکی میفروشیم. از بخش کانستراکشن بچه، همونطور که میبینید داریم یه سری پاور پلانت یا نیروگاه داریم تاسیس میکنیم در کشور تا مشکل برقمون حل بشه. هیچ نیروی نظامی هم در کشور آموزش داده نمیشه، من پاور چندانی هم نداریم، ولی خب یونیت به حد کافی در داخل کشور داریم. توی این مرحله بچه، حتی در امکان تا جایی که میتونیم باید سران نظامی کشورمون رو انتخاب بکنیم که من برای نیروی زمینی آقای کیومرز هیدری رو انتخاب کردم، برای نیروی دریایی هم شهران ایرانی و برای نیروی هوایی هم آیه عزیز نصیرزاده رو انتخاب میکنیم و تمام. به هیچ چیز دیگه ای بچه نیاز نیست که دست بزنیم و باید منتظر بمونیم تا زمان جنگمون از راه برسه. تو این ویدیو بچه، هدف بیشتر از هر چیزی اینه که ما ببینیم اسرائیل چطور میتونه به ایران حمله کنه. اوکی، یعنی تنها هدف ما اینه. اصلا ما نمیخوایم بجنگیم، حالا پاش بیفته شاید بجنگیم، ولی هدف اصلی ما توی این ویدیو اینه که ببینیم از کجا، از چه جبهه‌ای، با نیروی هوایی، زمینی، با چی میخواد به همون حمله کنه و چه کسایی رو هم میتونه پشت بند خودش وارد این جنگ کنه. این تنها هدف ما برای این ویدیو هست. و اوکی بچه ها، این هم از اعلام حمله اسرائیل به ایران. جنگ ایران و اسرائیل از این لحظه به رسمیت شروع شد و همونطور که میبینید اسرائیل جنگش رو کامل شروع کرد. اولین کشوری که میخواد بهمون کمک کنه روسیه است که میخواد 5 واحد برامون نیرو بفرسته. خب توی این شرایط 100% اکسپت میکنیم این مورد رو و بعد اون بایستی که منتظر بمونیم تا ببینیم چه اتفاقی قرار بیفته. فیلیپین میخواد بهمون کمک نظامی کنه، اکسپت میکنیم. آفریقای جنوبی هم همینطور میخواد بهمون کمک نظامی بکنه و 5 واحد روسیه هم به ایران رسید و همونطور که میبینید دارن در مرزهای ما پخش میشن. مالزی هم قصد کمک به ما رو داره بچه ها و همینطور عراق هم میخواد بهمون کمک کنه. در همین ابتدا بچه ها تونستیم که ببینیم کدوم کشورها در همچین شرایطی حاضر به کمک به ما هستن، ولی خب از اینجای بازی به بعد کمک ها به پایان رسید. واقعا انتظار داشتم ترکیه هم یه کمکی بکنه، ولی خب این کار رو انجام نداد. ولی خب بچه، توی همچین شرایطی ما به راحتی میتونیم ببینیم که نیروی هوایی اسرائیل
روی آسمان ایران کاری برای انجام دادن نداره و حتی حضور پیدا نمی کنن، چون به هر حال مساحت خیلی زیادی بین این دو کشور هست. پس با این حساب کشوری که باید نیروی هواییش رو وارد عمل کنه ما هستیم. درست فایترهای چندانی نداریم، ولی خب همه اونهایی که داریم رو الان بایستی که استفاده بکنیم. همه فایترهامون رو بچه از کرمانشاه به پرواز در میاریم به سمت اسرائیل. برده یه سری از هواپیماها و پهپادهامون به اسرائیل میرسه، پس میتونیم یه سری کار رو انجام بدیم و تیک تمام گزینه هایی که داریم رو هم توی این شرایط به نظر من باید که بزنیم. روسیه هم توی همچین شرایطی میخواد که در کشور ما سرمایه گذاری کنه، این رو هم قبول میکنیم و بعد این بایستی که منتظر بمونیم برای عمل کرده نیروی هواییمون. باقی فرودگاه همون هم بچه اگه دقت کنید از قبل ست شدن و قابل استفاده هستن، ولی خب من نمیخوام کل نیروی هوایی که داریم رو درگیر این جنگ کنم. ولی توی همچین شرایطی بچه چطور میشه جنگید؟ با موشک. چرا؟ چون نیروی هوایی که کار خاصی نمیتونه جلو ببره، چه نیروی هوایی ما و چه نیروی هوایی اسرائیل. مرز خاکی برای جنگیدن با هم دیگه نداریم. عراق و سوریه و لبنان هم که توی این جنگ با همون همکاری نمیکنن. از طریق نیروی دریایی هم کاری نمیتونیم جلو ببریم. چرا؟ چون نیروی دریایی هر دو کشور تعریف چندانی نداره. پس با این حساب تنها چیزی که میمونه موشکه. با وجود اینکه موشک های خیلی زیادی داریم بچه، ولی یه دون شهاب 6 بیرون میکشیم و یه دونم روش کلاهک میندازیم. البته دقت کنید کلاهک های هسته ای نیستن. بعد اینکه انتخابش کردیم، شیراز رو به عنوان محل لانچ و تل‌آویو رو به عنوان تارگت پوینت انتخاب میکنیم به همین راحتی و بعد اون گزینه فایر رو میزنیم به همین زیبایی بچه ها. به عنوان موشک دوم هم بچه خرمشهر رو انتخاب میکنیم و با کلاهک 450 کیلویی از اصفهان لانچش میکنیم به سمت مناطق شمالی اسرائیل و اینم از این و اینم تمام. ولی بچه جنگ اصلی از این لحظه به بعد شروع میشه. تا اینجای کار ایران و اسرائیل کاملا میشه گفت از هم جدا بودن، ولی از اینجای کار به بعد عراق و سوریه هم وارد این جنگ شدن و ایران یک فکشن تشکیل داد بین عراق، سوریه، حزب الله و در نهایت به رهبری ایران. این فکشن تا قبل از اعلام حمله اسرائیل به ایران ایجادش غیر ممکن بود، ولی خب حمله اسرائیل به ایران این امکان رو به ما داد که ما این فکشن رو تشکیل بدیم. و همونطور که میبینید بدون اینکه حتی نیاز باشه ما نیروی به جبهه اعزام کنیم، سوریه و عراق دارن به حد کافی نیرو به سمت اسرائیل میفرستن. بماند که چند تا نیرو هم ما توی جبهه اسرائیل داریم، ولی خب نیازی من به ارسال نیرو نمیبینم، چون این دوتا کشور فکر کنم بتونن از پسش بر بیان. اسرائیل شاید بچه اگر بهش حمله‌ای بشه بتونه ساپورت اروپا و امریکا رو داشته باشه، ولی زمانی که خودش بخواد به جایی به خصوص کشوری مثل ایران حمله کنه نمیتونه به هیچ عنوان حمایت علنی داشته باشه. یعنی نمیتونه که در این شرایط بره دست امریکا رو هم بگیره بیاره توی این جنگ. تو این موضوع بچه تا حدود زیادی نقض قوانین بین المللیه و نمیتونه این کار رو انجام بده، به هیچ عنوان هم نمیتونه. ولی خب همونطور که میبینید بدون اینکه حتی ما نیروی به این مرز اعزام کرده باشیم، این کشور رو دارن با هم دیگه میجنگن و دهن هم دیگه رو سرویس میکنن. البته این جنگ بدون تلفات هم برای ما نبوده بچه. حدوداً 150 تا جنگنده از دست دادیم توی این شرایط که خب این خیلی بده. ولی اجازه بدید من نیروی دریاییمون رو هم بیرون بکشم. هر حال مملکت روی حالت جنگی قرار داره و بهتره که نیروی دریایی هم بیاد بیرون. نیروی دریاییمون رو بچه روی این مناطقی که میبینید من کامل ست کردم و به خوبی هم تونستیم این مناطق رو در دست بگیریم که این عالیه. و از این پس هر ناو و جنگنده دریایی از اسرائیل در این دریاها ببینیم رو بیشک میزنیم، اصلا رحم نمی کنیم. این از این. ولی در شرایط این چنینی بچه اسرائیل به خوبی داره دفاع میکنه، واقعا خوب داره دفاع میکنه و به عراق و سوریه یه ذره هم نتونستن داخلش پیش روی کنن. که خب توی همچین شرایطی ما باید وارد عمل بشیم و از حزب الله، عراق و سوریه حمایت کنیم. ما نمیخوایم توی این جنگ به صورت مستقیم وارد بشیم. چرا؟ چون به نفع ما نیست به هر حال. نیروهامون رو ما عقب نگه داشتیم و همونطوری که میبینید عراق و سوریه هستن که برای ما دارن میجنگن. و خب با این حساب 1.5 بیلیون به حزب الله پول میدیم، به عراق سلاح میدیم،
به سوریه سلاح میدیم و تمام. این موضوع باعث این میشه که این سه کشور در جبهه اسرائیل تقویت بشن و بتونن بهتر بجنگن. ولی این پایان قضیه نیست بچه‌ها، ما هم باید وارد عمل بشیم. من یه سری نیرو بچه از قبل آماده دارم که اینها رو میخوام بفرستم بالا سر اسرائیل. این از این و اینم از دستور حرکت. وظیفه که بچه این نیروها دارن اینه که برن و توی این بندر جنوبی اسرائیل صرفا پیاده بشن، همین، یعنی هیچ وظیفه دیگه ای ندارن. همونطور هم که میبینید نیروهامون راه افتادن و دارن از تنگه عدن عبور میکنن و به سمت اسرائیل دارن حرکت میکنن. این چهار واحدی که بچه داریم اعزام میکنیم فدایی به حساب میان، چون به احتمال زیاد نمیتونن اینجا پیاده بشن. ولی این موضوع بچه قراره باعث این بشه که اسرائیل زین پس حواسش به مرزهای دیگرش هم باشه. تقریبا ما یه پروژه شکست خورده داشتیم بچه ها، ولی این پروژه هیچ وقت قرار نیست که تموم بشه و این نیروها هی قراره حرکت کنن، برن اونجا سعی کنن پیاده بشن، یا حالا پیاده میشن یا حالا شکست میخورن، اینش اصلا مهم نیست. ولی ما باید سعیمون رو بکنیم که از بندر نگف، یا نمیدونم اسمش چیه، از این بندر باید سعیمون رو بکنیم تا به اسرائیل فشار بیاریم. ولی خب این موضوع به تنهایی برای ما کافی نیست و ما باید باز هم از کشورهایی که اینجا هستن حمایت کنیم. همچنین بچه توی این مرحله باید حماس رو هم بغل خودمون داشته باشیم و نیروی دریاییمون رو باید روی مدیترانه هم ست کنیم و علاوه بر اون یه تعداد نیرو هم خیلی سریع بایستی که به غزه اعزام کنیم، چون اوضاع خیلی بدی داریم بچه ها. این نیروها باید هرچه سریع تر برن توی غزه و پیاده بشن، همین. در شرایط فعلی بچه همونطور که میبینید ما میلیتری اکسس غزه یا همون حماس رو داریم و بایستی که جایی که میتونیم نیرو اعزام کنیم به اونجا و بعد اینکه بعد کافی نیرو اعزام کردیم حماس رو باید بیاریم داخل فکشن خودمون و اون زمان ضربه نهایی رو به اسرائیل بزنیم. ما یک کاماندر 18 واحدی اصلی بچه ها داریم که این کاماندر رو من میخوام به صورت کامل اعزام کنم به کجا؟ به غزه. ارسال نیرو بیشتر از این به اون منطقه کاملا کار اشتباهیه و همین نیروها برن به اونجا برسن واسه ما میشه گفت کاملا کافیه. جدا از این موضوع بچه ها، من میخوام سنگین ترین موشک هامون رو بکشم بیرون، موشک های 900 کیلوگرمی که واقعا میتونن یک شهر رو ویران کنن و ستشون میکنم روی تل اویو. این از این و اینم از دکمه فایر. ولی این تمام موضوع نیست، ما بایستی کلی چیز دیگه هم ست کنیم. من بچه تقریبا 10 تا موشک سنگین دیگه هم روی اسرائیل ست کردم. کماندر 18 واحدیمون رو هم که همونطور که میبینید الان در غزه داریم و اینم از موشکی که به اسرائیل خورد. نایس، صداش گوش آدمو کر میکنه. ولی خب کماندر 18 واحدیمون رو هم که بچه کامل روی اسرائیل ست میکنیم و در نهایت کاری که باید بکنیم اینه که حماس رو هم داخل فکشنمون بیاریم. و این هم از این بچه ها، جنگ غزه با اسرائیل هم شروع شد و همونطور که میبینید جبهه های جنگ اسرائیل همینطور رو به افزایشه. ولی این تمام موضوع نیست بچه ها، من از قبل یک سری نیرو اعزام کرده بودم به این منطقه و جنگ جبهه شمال اسرائیل رو هم با قدرت بیشتری از این لحظه باید استارت بذاریم. کماندری که در جبهه شمال داریم بایستی که فورس اتک رو فعال کنه و با تمام قدرت جلو بره. توی شرایط اینچنینی بچه اسرائیل زیر فشار 100% قرار داره. چرا؟ چون داره همزمان با 4 تا کشور می جنگه. اساسی خودش رو ببینید ترانه از دست داده. نیروی هوایی ایران، عراق، سوریه و لبنان هر 4 تاشون دارن با نیروی هوایی اسرائیل می جنگن. جبهه غزه در اسرائیل تقویت شده و علاوه بر اون جبهه حزب الله هم که مدام داره تعمیم میشه و این میشه گفت سخت ترین و بدترین شرایط برای اسرائیله. ولی این رو هم باید در نظر داشته باشید که این جنگ تا به این لحظه 1000 بیلیون دلار برای ایران هزینه داشته. دیگه من نمیدونم چی بگم. بیلیون چقدر میشه؟ اصلا 1000 بیلیون چقدر میشه؟ خودتون حساب کنید. این جنگ بچه فوق العاده جنگ هزینه بری تا به این لحظه برای ما بوده و اقتصاد ما رو تقریبا میشه گفت به سمت فروپاشی داره میبره. استابیلیتی جامعه به خاطر شرایط بد اقتصادی به 30% رسیده و این فوق العاده بده. ولی خب در عوض مطمئنن این جنگ هزینه های خیلی بیشتری رو برای خود اسرائیل داشته. ولی جدای از همه اینها بچه ها،
جنگ ایران و اسرائیل همونطور که میبینید وارد فاز فرسایشی شده و خب اینکه این دوتا کشور بخوان با هم توی جبهه ها بجنگن یک چیز دور از ذهنیه. نهایتا با نیروهای نیابتی بخوان با هم دیگه بجنگن. همونطور هم که شما میبینید ما صرفا یک سری نیروی ساپورت فرستادیم، وگرنه مملکت خودمون رو خالی نکردیم که با تمام قوا بریم و بجنگیم. اصلا همچین چیزی برای ما نبوده، ما صرفا مرزها رو تقویت کردیم. به هر حال اینجا بعد کافی نیرو اعزام کردیم، حماس جلوی اسرائیل مشکلی نداشته باشه، یا این بالا برای لبنان ارسال کردیم یا اینجا برای سوریه. ولی در هر صورت این جنگ یک جنگ تماما فرسایشیه بچه. چرا؟ چون اسرائیل جای کوچیکیه دیگه، یکی دو تا شهر مهم بیشتر نداره و وقتی یه کشور کوچیکی باشه و یه دونه شهر مهم کلن داشته باشه، خب اون شهر رو طوری میاد میسازه که غیر قابل نفوذ باشه. ولی خب از اون ور کشورهای بزرگ آسیب پذیری دارن از این موارد به خاطر پخش بودن قدرت نظامیشون. یعنی نمیدونم چجور بهتون بگم، تمرکز نظامی اسرائیل روی تل‌آویو و یکی دوتا مرزی که داره. ولی برای مثال مگه با روسیه بخوایم وارد جنگ بشیم، روسیه 1001 نقطه نفوذ داره. یعنی ما خیلی ایزی میتونیم به واسطه نیروی دریایی از اینجاش مثلا نیرو بفرستیم بره توش، خودش هم روحش خبردار نشه. کشورهای بزرگ بچه نفوذ پذیری بسیار بیشتری به نسبت کشورهای کوچیک و نظامی مثل برای مثال اسرائیل دارن. ولی خب توی این ویدیو ما خواستیم که ببینیم اگر اسرائیل به ایران حمله کنه چه اتفاقی میفته. توی این جنگ ایران هیچکاره بود و کشوری که به ایران حمله کرد اسرائیل بود. و اگه دوست دارید بچه برعکس این ویدیو رو هم براتون بذارم و توی اون ویدیو ایران به اسرائیل حمله کنه، حتما توی کامنت ها برام بنویسید. نظراتتون رو هم راجع به این ویدیو حتما برام بنویسید، خیلی دوست دارم نظراتتون رو بدونم. خیلی خیلی بچه دوستتون دارم، امیدوارم که از این ویدیو لذت برده باشید و تا ویدیوهای بعدی سی یو.